نکته ششم، نکته آخر اینه که ما متعهد باشیم برای کار خداوند، متعهد باشیم. چگونه برای کار خودمون متعهد هستیم؟ مواظب هستیم از نظر قانونی موقعیت زندگیمون یک ساعتمون برتر نشه، کارمون خراب بشه. تو کار خداوند هم دقت کنیم، برای خدمت، برای دعا کردن، برای آنچه که کلام خدا کلیسای مسیح میگه، برای هدایا، برای دهیک دادن که یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های ایمانداران فارسی زبان هست. متاسفانه میگم فارسی زبان، چون مسیحی زاده‌ها با این موقعیت آشنایی دارن و برکت رو گرفتن. اونها مشکلاتی دارن، متاسفانه مسیحی زاده‌هاش هم مشکلاتی دارن، اما میایستن برای کلیسا که رویا داره. اونقدر نباید کشیش درباره این موضوع صحبت کنه، خودشون میدونن، هزینه ها رو میدونن، چشمشون میبینه، دارن میچشن که کلیسا در چه شرایطی هست. عقلانی هم وقتی فکر میکنن میدونن و خدا هم نگاه میکنه. دوست عزیزی من زنگ زد گفت برسو خورنده در خانه من اومده زندگیم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه اینجوری شده. گفتم این طبیعته، تو ده یک میدی، تو هدایا میدی، هرگز خورنده وارد زندگیت نخواهد شد. مشکلات و سختی ها هست، تصادف هم میکنن ایماندارا، ولی خورنده رو کسی داره که اموالش رو با خدا شریک نکرده. اینا نمیگم بترسونمتون، اینا میگم هوشیارتون کنم. نترسید. چرا؟ همه کلام خدا رو قبول داری، امید داره، شادی بهت میده، تو نجات پیدا کردی. چرا به ده یک که میرسه باور نداری؟ پس این همون قسمتی است که باید ذهنتو تقدیس کنی، بیشتر بهش اعتماد کن و ببین خدا چگونه تو رو برکت خواهد داد. و اون گونه هستش که شما پیروزی ها رو خواهید دید. اصلا نمیدونی این پیروزی ها چگونه وارد زندگیت میشه، ولی شاهد این پیروزی ها مطمئن باش که خواهید دید. بله.